موسم تراکتور، یکیش عقب بود، یه پنالتی حالا به زعم تراکتوریا مشکوک اعلام میشه. آقای فنکی میگن قطعا و قویاً پنالتی بوده. بعد در یک اقدام عجیب این شاهکار رو انجام میده تیم تراکتور سازی و تیمش رو بیرون میکشه. برای اینکه این شاهکار رو کی انجام داده، با آقای شفق الان ارتباط برقرار. شفق سلام، شبتون بخیر. منم سلام و عرض و ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمان بسیار عزیز و با شخصیت برنامه جناب دکتر بنایی و همه بینندگان این برنامه خوب جذاب را میبینن. و جا دارم اگرچه دیر ولی تبریک بگم سال جدید رو به همه عزیزان و تبریک ویژه برای باشگاه های زوباهن، استقلال، سپاهان، مثل کرمان به خاطر پیروزی های غرور انگیزی که در آسیا داشتن. و تشکر کنم از سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و عرض بکنم که امیدوار هستم که امسال سال خوبی برای ورزش ما یکم سرعت صحبت کردن رو ببینیم بالاتر. من که کلا من مثلا همیشه تون حرف میزنم، شما یکم ببینید بالاتر که یکم سریعتر این گفتمان انجام بشه. من شما با هم قاطی کنن شاید آیه این من از حالا قبلش صحبت کردم، این کاری که انجام شد حالا به قول دوستان که میگفتن حاصل خرد جمعی بوده، این واقعا کی همچین کاری رو انجام داد؟ یعنی چی هستن؟ آیه فردوسی پور، من قبل از اینکه وارد اصلا این مبحث بشیم و جناب عالی هم به طور کافی از صحنه‌های مختلفی رو از این بازی گرفته بودین و همچنین یک صحنه عکسی رو هم گرفته بودین که به نظر من میرسه که اون عکس خیلی واضح بود به عنوان نقطه ویژه در واقع برنامه. و عرض بکنم که اگر دوربینتون به طرف تماشاگرای تراکتور سازی هم میرفت، من فکر میکنم که شاید گویای بسیاری از این مسائل بود که میتونست این مطلب در واقع کمک بکنه. ولی ابتدا به ساکن میخوام عنوان کنم اتفاقی که در این بازی افتاد. اگرچه یک حرکت احساسی و به زعم من نادرست بود و من به عنوان مدیر باشگاه میخوام عذرخواهی کنم از جامعه ورزش و از تک تک هوادارانی که این بازی رو دیدن، منتها با یک عذرخواهی یا احیانا با این که در واقع یک برنامه رو میبینیم، من میخوام بگم که نباید صورت مسئله رو حل کرد یا پاک کرد. یعنی ما باید به علت دلایل این اتفاقی که افتاد نگاه کنیم. جناب عالی در صحبتتون گفتین که این اتفاق خب اتفاقی است که 30-40 سال اخیر اتفاق نیفتاده. من خودم به شخص معتقد به این هستم که این حرکت درستی نیست و طبیعتاً نمیپذیرم این قضیه رو. ولی واقعیتش این هست که در فوتبال ما بسیاری از این اتفاقها افتاده. پرسپولیس و زاهدان با پرسپولیس و بوشنور بازی کردن، دو ساعت صبر کردن. آره من تو ایران اصلا عرضن کردم، تو ایران این اتفاقات عجیب و غریب در اتفاق بین المللی هم کره شمالی در همین ایران خودمون یکیچ بازی رو واگذار کرده. ما که نه خودمون با کره شمالی دیگه، از کره شمالی عجیب تر که ما کشور کلا تو جهان نداریم. خب بس طبیعتاً این که شما میفرمایید اتفاق نیفتاده، نه عرض کردم تو شما یک کشور صاحب فوتبال، یک کشور متمدن، خب شما بگید که همچین کاری توش انجام بشه. من خب عرض می‌کنم که نه نمی‌دونم دیگه آقای شفق، من میگم شما گفتید که شما آقای شفق شما اجازه بدید کهن و عرض بکنم که چون شما سری حرف میزنین و تونتون حرف میزنین و معمولا در واقع به مخاطب این اجازه رو نمیدین در واقع حرفشو به اتمام برسونه، من مجبورم در واقع ادامه بدم که این مطلب رو بتونیم در واقع اون صحبتی رو هم که میخواییم بکنیم و حداقل کرده باشیم. آره ببین آقای من دارم میگم ما کشورمون بسیار تا بسیار متمدنه در این تحلیل بود، اما این اتفاق اصلا همه چیه ما رو میبره زیر سوال. آقای فنه گفتم من همین رو میخوام عرض بکنم. من ابتدا ساکن میگم که ما بیاییم برگردیم به این که چرا چنین اتفاقی میفته. خب چرا میفته؟ چنین دلایلی به وجود میاد؟ خب چرا؟ من عرض میکنم خدمتتون. ببین آیه فردوسی پور، در کشورهای اروپایی، در لیگهای اروپا اگر 1000 تا بازی ببینی، 10 تا بازی یا 30 تا بازی
نمیدونم 40 تا بازی اشتباهات داوری از مثلا بگیم از 1% تا 100% ممکنه در واقع درش اشتباهات فاحش محسوس نامحسوسش اتفاق بیفته. یعنی اگر این رقم رو بیاری به اصطلاح روی 100 می‌بینی که یعنی برای هر 100 بازی ممکنه 3 تا 4 تا بازی در واقع ناجور باشه. نه اینکه به اصطلاح یک تیم تراکتورسازی که با این همه مشکلات تازه به لیگ برتر اومده از 30 تا بازیش 9 تا بازیش مشکلات داوری به قدری در واقع فاحش و آشکار باشه که در مدد همین برنامه بسیار خوب و جذاب شما که در اونجا ما میبینیم که آها این تراکتورسازی آها چی گناهی کرده که باید اینقدر مظلوم واقع میشه. من حالا اجازه بدین من این عرضمو به اصطلاح مطرح بکنم. ببین ما بعد از این که هی اشتباهات مکرر در واقع چیدمان داوری توسط کمیته داوران اتفاق افتاد، ما خواهش کردیم، تمنا کردیم، التماس کردیم، گفتیم آقا اصلا تراکتورسازی، حالا ما میگیم که آقا حداقل پرتماشاگرترین بازی در واقع تیم لیگ امسال هست یا نیست؟ اگر هست، اگر شما داوری که برای بازی پرسپولیس استقلال انتخاب میکنین، اگر به این نیت انتخاب میکنین چون این دوتا تیم پرهواداری هستن، بس طبیعتا تراکتورسازی که امسال پرتماشاگرتر بوده، بس باید این تیم هم همون داورهایی که انتخاب میشن برای در چیدمان داوری برای بازی های تراکتورسازی استقلال و پرسپولیس برای تراکتورسازی هم اتفاق بیفت. آقا ما چندین بار این خواهشمون رو عنوان کردیم، منتها حالا گیرم یک داور رو 100 بار محروم بکنن، 1000 بار محروم بکنن، چه آیدی برای ما داره؟ منتها ما 3-4 بازی گذشته ما سر بازی سپاهان اولا درخواست کردیم، نامه کتبی دادیم، گفتیم که عرض بکنم که آقای جانبازی که بسیار شخصیتش برای ما محترمه و بهش هم احترام ویژه قائل هستیم، برای بازی سپاهان تبریز که گذاشته شده و در توسط، البته اینجا یه گلایه هم از فضلتالی دارم که به هر حال اون بازی رو من خودم هم زنگ زدم اومدم پشت خطتون و فرصت صحبت برام به وجود نیومد، شما تدوین برنامه هاتونو طوری در واقع تدوین کرده بودین که انگاری در واقع تراکتورسازی دست پازبسته اسیر سپاهان بود و نه از توره با آرنج تو صورت کاپیتان تیم ما زده و ما هم چقدر آدم های پرخاشگری هستیم که مرتب در واقع اعتراض میکنیم به داور بازی، در حالی که خب طبیعتا همونطوری که شما در برای این برنامه یهو بلفرد مثلا آهنگ فوتبالیستا رو میذارین در خصوص به اصطلاح یک آهنگ کارتونی، خب طبیعتا من و شما که اهل رسانه هستیم میفهمیم که این مسئله در واقع چه چیزی رو دنبال میکنه چه چیزی رو دنبال نمیکنه. این چیزی رو که در رابطه با این مطلبی که ما درخواست کردیم که آقای جانبازی به خاطر بازی سوتی که برای بازی تراکتورسازی و ملوان زده 3 جلسه محروم شده که بعدها کاشف به عمل آمده که نه به پاداشه که این که در واقع تراکتورسازی رو مقابل ملوان نذاشته فیروز بشه در واقع به طرف چین فرستاده شده برای قضاوت. این که سفرهای خارجی داوره آقای فنانی یادن سفرهای خارجی که دیگه فدراسیون تعیین نمیکنه، از کنفدراسیون فوتبال آسیا تعیین میکنه. خب من حالا عرض میکنم بس چرا در واقع داوری که در واقع 3 جلسه محروم شده بوده برای بازی حساس تراکتورسازی سپاهان در واقع اون داور رو برای اگر بخوان خودشون تعیین داور بکنن، ما اصلا این قضیه رو رد میکنیم، به ما اصلا ربطی نداره که چه کسی رو داور بازی ما میذارن. ما میگیم آقا داوری که برای بازی پرسپولیس استقلال میذارن، الان که دو سه ماه اخیر خدای نکرده و اون داور اقوامشو خدایی نکرده فوت کرده بود، آیا در واقع زنگ میزدن میگفتن آیا بخشیزاده شما بیاین، بعد داوری رو بذارن که آخرین بازی که ما برای ما قضاوت کرده بازی تراکتورسازی با سپاهان در اصفهان، این بازی
تغییر نتیجهش به اشتباه فاحش داوری بوده و ما بلا فاصله که مطلع شدیم که به جای آقای رفیعی آقای بخشیزاده که ما باز برای ایشون احترام ویژه‌ای قائل هستیم به شخصیت ایشون و برای ما خدای نکرده نمیخواییم در واقع زیر سوال ببریم که احیانا حتی بگیم که بلفظ مثلا ایشون به عمد این کارو کرده، نه قطعا به عمد نیست، ولی وقتی که در واقع یک تیمی که آیا اگر به جای تراکتورسازی پرسپولیس بود آیا چنین کاری رو میکردن و میگفتن که فلان داور بیاد، من مطمئن هستم آقای فردوسی برای بازی بعدی ما با پرسپولیس داور بسیار خوبی خواهند گذاشت، نه به خاطر تراکتورسازی، فقط به خاطر تیم پرسپولیس، و بعد از اونم از بازی های بعدیمونم من احتمال میدم هر داوری رو 3 جلسه محروم بکنن بازی بعدی تراکتور سازی رو. حالا من یه مطلبی ببین، شما مطلبی می ما میخوایم بحث منطقی کنیم، قرار نیست فرافکنی بکنیم، اینکه قبول دارید، یعنی ببین در این که شاید تراکتور سازی در این فصل از داوری متضرر شده، من هم شما هم اقید خیلی از بازی ها بوده. خب ما 1-2 بازی هم سود کردیم آیه خب نه اجازه بدیم الان اجازه بدیم حرف بزنم. داوری در همه دنیا، آره نه من میگم شما شاید آقای شفق شما شاید نسبت به خیلی از تیم‌ها بیشتر متضرر شده باشید، به حال اتفاقی که